من رحیم دیروز ما خواندیم که چقسم پروژه یکی پیس هست چقسم ای پیس همه سازیم و او بیس ارگانیزیشن بریک داون سترکچر و انترپرایز بریک داون سترکچر دیگه خواندیم که چقسم کلندر همه سازیم چون کمپیوتر ما تبدیل شد بر صورت ما امروز میخواییم پروژه را کریت کنیم چقسم یک پروژه را ما میخواییم کریت کنیم پروژه را ایجاد کنیم فرض ما کتی اداره کار میکنیم کتی کمپانی به هر صورت بر جای کار میکنیم ما میخوایم یک پروژه بر ما داده از روی دراوینگ و از روی اسناد پروژه معمولا سکوپ آف ورک اسپسیفیکیشن است و دراوینگ است کمپانی بر ما میگه که ما به پروژه اسکیجول کنیم دیگه امروز ما میخوایم که چقسم یک پروژه را کریت کنیم و پروژه را اسکیجول بسازیم خب ما دیروز ای پی اس ساختیم و بی ساختیم ما پس دوباره نمیگردیم ما دمی ای پی اس خود پروگرام که قبلا پیش از پیش تیار شده ما میخوایم همینجا یک پروژه را کریت کنیم یک پروژه را ایجاد کنیم بخاطر اینکه اگر ما پس دوباره بگردیم دوباره تکرار میشه وقت ما را میگیره و شما میدانین احیانا اگر شما کسی نمیدانه که چقسم یا مثلا فراموش شده یا تابلو مکملی را نمیدانه که چقسم کلینر را ایجاد کنه چقسم ای پی اس بسازه و بی اس بسازه ما فردا بخیر یا روز آینده مکمل اکسرسایز 22 اکسرسایز کار میکنیم همین چیزا را که ما خوانیم باز دوباره تکرار میشه بسیار با جزئیات دیگه میشه اونجا باز شما تکرار کنیم با خاطر ایجاد کردن یک پروژه ما دیروز خواندیم که اینمی خودش یک ای پی اس است انترپرایز پروجکت استراکچر یک استراکچر ساختیم چون ما دیروز کار کردیم و نیستن نمی خود پروگرام که ای پی اس در خود کامپیوتر است یا در پرایمری است همین یک پروژه را ایجاد میکنیم اینمی یک ای پی اس است فرضاً اینجا نوشته است آی تی انفورمیشن تکنولوژی در زیر آی تی چندین پروژه است یک پروژه دو پروژه شما این نمبر اف پروجکتس میشه کریت کنین در پرایمری هر چقدر پروژه میخواین تحت یک ای پی اس انترپرایز پروژکت استراکچر شما کریت کردن میتونه بخاطر ایجاد کردن یک پروژه ما به چند طریق میشه یک پروژه را ایجاد کنیم میشه در نیو بریم و سر نیو کلیک کنیم میشه پروژه را ایجاد کنیم و اینجا رایت کلیک کنیم میشه یک پروژه اد شوه اد پروژکت و میشه اینی علامه مثبت کس بالای علامه مثبت ما کلیک کنیم یک پروژه ایجاد شوه ما همیشه به خاطر شارکت یا به خاطر کم شدن وقت کار ما همیشه از شارکت ها استفاده میکنیم دیگه به خاطر از او ما بالای اد کلیک میکنیم یک پروژه نو ایجاد شد اینجا اول بر ما میگه زیر کدام ای پی اس یا زیر کدام انترپرایز شما پروژه را کریت میکنین اگر شما خودتان ای پی اس داشته باشین مثلا نام کمپانی است و کمپانی در چند بخش کار میکنه در رود کار میکنه در بیلدینگ در هر بخش که کار میکنه شما می بدل خواهتان یعنی اینجا کلیک میکنین زیر هر ای پی اس شما ای پی اس همیشه سلیکت کنین و زیر امو پروژه را کریت کنین ما زیر امی ای پی اس لاین آف بزنس اینی پروژه که است LOB2 از خود پرایمری است با دیفالت ما میجا میخوایم یک پروژه را کریت کنیم وقتی که ما باز اکسرسایز کار میکنیم اونجا بازم با جزئیات میریم ای پی اس جور میکنیم او بی اس جور میکنیم زیر از اون ما پروژه را کریت میکنیم نام ای پی اس سلیکت کردیم میریم نکست میریم معمولا هر پروژه را که بر شما ایوارد میشه در هر جا که باشه پروژه به خود یک پروژه آیدی داره فرضاً پروژه یوزر می است اونجا W5J9G یک کد داره و پروژه وزارت ها که هست در خود داکومنتس آف پروژکتس اونجا کانترکت آیدیز هر کانترکت آیدی که بود در اونجا شما انتر میکنین بخاطر امو که پروژه شما بشناسین یا آیدی مشخص داشته باشه شما اینجا آیدی را انتر میکنین بر صورت فیلن ما آیدی نداریم آیدی نمیتیمش یا همی آیدی که اینجا است این امیر ما با دیفالت قبول میکنیم مثلا نام پروژه رو برش میتیم یا رود است یا بیلدینگ است یا هر چیز که نام پروژه رو میتیم ما نام میتیم مثلا بیلدینگ پروژکت و دیگه معمولا هر پروژه شروع کار یا ختم کار می داشته باشه اگر بر شما از طرف یک کلاینت یا از طرف یک اونر پروژه وارد میشه بر شما اسپسیفیکلی مو تایم فریم بر شما مشخص میکنه که شروع پروژه باید از اینی وقت باشه و ختمش از اینی وقت باشه تایم فریم بر شما مشخص میشه اما در صورتی که یاد عدالت که شما یک اینیشل اسکیجول به خاطر بیلدینگ جور میکنین با پروژه با بیلدینگ داکومنتس یک اسکیجول جور میکنین اونجا ختم پروژه معلوم نیست فقط شما یک درافت اسکیجول جور میکنین که از اینی پروژه را فرضاً یک تعمیر است یا یک سرک است یا یک پروژه دیگه است
بکلاین نشان میتین که میکار شما چه قسم به چه شکل اسکجول میکنین. به خاطر فقط تنها شروع کار میگیرین، ختم کار معلوم نیست، فقط شما یک درافت اسکجول جور میکنین. والا چون ما با یک پروژه آموزشی کار میکنیم، ما ختمش نمیگیریم، میشه ما ختمش میگیریم و وقتی که کار کردیم اکسرسایز کار میکنیم دیگه مشخص ختمش میگیریم. فعلا ما ختم پروژه نمیکنیم، شروعش میگیریم که از تاریخ 25 جنوری 2015 است که امروز میشه. دیگه ریسپانسیبل منیجر است. ما دیروز گفتیم، دیروز خواندیم و تشریح کردیم که ما OBS ساختیم، اورگانایزیشنال بریک داون استراکچر، که فرضاً ما به هر پروژه یک مسئول مشخص میکردیم، یا مثلا جنرال منیجر بود، پروجکت منیجر بود در رول، یا پروجکت منیجر فور بیلدینگز. اگر ما قبلا OBS ساخته باشیم، فرضاً این بیلدینگ پروجکت است و به یک پروجکت منیجر ما اساین کردیم، مشخص کردیم، قبلا تعریف کردیم که پروجکت منیجر ما در یک کمپانی داریم، به جای ما همو پروجکت منیجر که بر رول به بیلدینگ است ما اساین میکنیم. از این طریق ما قبلا ساختیم، ما همو ریسپانسیبل منیجر ما اساین میکنیم. چون فعلا ما نداریم اینجا یا نساختیم تا به حال، ما همین را میمانیم. اگر ساخته باشیم شما سرزی کلک میکنید، نام پروجکت منیجر یا مثلا تایتلش پیدا میکنید، به این پروژه اساین میکنید. دیگه استاندارد ریت است. استاندارد ریت چیزی که ما باش منوالی بای دیفالت اساین میکنیم، قیمت های زوره ما همین را انتخاب میکنیم. دیگه پروژه ما فینیش است و پروژه ما کریت شد. فعلا پروژه را که ما ساختیم و چیزی را که ما مثلا آی جی دادیم و نام پروژه است کریت شد. پیش از اینکه ما در داخل پروژه شویم یا پروژه رو اوپن کنیم، در زیر شما میبینین یگان معلومات ضروری که به خاطر پروژه است یا اینی قسمت به نام پروژه دیتیل میگه. ایره سر یگان چیز ما میشه مرور کنیم. اول جنرال است. بالای جنرال کلیک میکنین. اگر شما قبلا مثلا پروژه آیدی را شما اشتباه انتر کرده باشین به پروژه، میشه از اینجا ایدیت کنین. و پروژه کس چند حالت داره، اکتیو پروژه است، ان اکتیو است، پلانر، وات اف پروژه است. همیشه پروژه را که ما کار میکنیم یا پروژه کریت میکنیم، پروژه اکتیو است، بالا از اون کار میکنیم، همین آپشن انتخاب میکنیم. و دیگه پروژه نیم است. اگر پروژه نیم میشه شما تغییر بدین، یا مثلا دیگه نام برش انتخاب میکنین، یا این نام صحیح نیست، یا بر صورت میشه از اینجا تغییر بدین. و قبل اینکه پروژه را ما کریت کنیم از اینجا میشه تغییر بدین، میشه از اینجا ریسپانسیبل منیجر هم به می شکل. و دیگه چکن دیت است. چکن دیت به این معنی که پروژه در کدام تاریخ اکتیو شده. ما از استفاده نمیشه یه و تاریخایی که مثلا تاریخ که ما شروع پروژه یا ختم معادل است. خب بر صورت یگان وقت از استفاده میشه که تاریخ شروع پروژه و ختم پروژه ما چه قسم چکن میکنیم. چکن و چک اوت به این معنی اگر پروژه ختم شده باشه از استفاده نمیکنیم، میره چک اوت میذاریم، تا تاریخ چک اوت برش میتیم. اگر پروژه مثلا وبسایت داشته باشه یا کدام لینک داشته باشه، میشه به ایجنت چک کنین. خب همی معمولا از همو بیسیک انفورمیشن از استفاده میشه. در جنرال پروژه آی دی و پروژه نیم است و ریسپانسیبل منیجر است. از این چیزا را اگر شما وجود تغییر نده باشه، میشه ایجنت تغییر بدین. دیگه نوت بوک است. یک نوت درباره پروژه نوشته میکنین، مثلا اد نوت نوشته میکنین، در کدام مثلا چینج منیجمنت است، کدام پروژه مربوط کدام بخش میشه، نه اینجا شما یک ایده برش سلکت میکنین و در قسمت نوت دینی قسمت یک نوت برش نوشته میکنین. دیگه بجت لوگ است. بجت لوگ به معنی که این پروژه ما چقدر بجت داره عمومی. اگر چه ما وقتی که به اکتیویتی انتر شویم، ما به هر اکتیویتی جدا جدا بجت میتیم، ولی مجموع که مثلا ما به این پروژه که فعلا کریت کردیم به می چقدر بجت داریم. فرضاً به بجت داریم فرضاً 10000 افغانی یا 10000 دلار یا به هر یونیت که شما چی میکنین، فرضاً به می اینا قما بودجه داریم. دیگه بجت سمری است. قبلا که ما بجت انتر کردیم، کرنت بجت اینقدر است و ان الوکیتد بجت هم فعلا 10000 است. یعنی ان الوکیتد به این معنی که ما تا بال مصرف نکردیم در شروع پروژه است. اگر الوکیت کرده باشیم بالا اکتیویتان، این همون بجت را که ما الوکیت کردیم یا بر اساس مصرف کردیم اینجا برتون نشان میدم. و distributed current budget است. ای صفر است بخاطر که تابل ما دیستریبیوت نکردیم. و current variance هم 10000 است بخاطر که بجت ما تابل مصرف نکردیم. total spending صفر است، تابل spend نکردیم. و undistributed به این شکل و total benefit و تمام چیزایش تابل صفر است بخاطر که ما از پروژه تابل استفاده نکردیم. و دیگه date است. نه ما قبلا بازی دادیم که 25 جنوری شروع پروژه ما بود. و یک چیز دیگه است که دیتا است که ما بعدن میخوانیم که هر وقت هر زمانی که ما پروژه را اپدیت میکنیم، فرضاً امروز 25 جنوری است و ما کار کردیم یک 4 روز 5 روز بالای پروژه خود کار کردیم، 29 جنوری شد، هر تاریخی که ما پروژه را اپدیت میکنیم امو دیتا اپدیت میشه. یا مثلا شما 29 جنوری هستین و میخواین که پروژه را در 31 جنوری اپدیت کنین، 31 جنوری به اون طرف، یا تا 31 جنوری که کار شده دیتا اپدیت 31 جنوری انتخاب میکنین. دیتا اپدیت همون تاریخ را میگه که هر روزی که شما در اون روز قرار دارین به اون شکل پروژه اپدیت میشه. دیگه کد است. پروژه ما باز بعدن میخوانیم در اکسرسایز ما.
اگر شما یک جای کار میکنین یا در کمپانی کار میکنین که دهوج فرضاً 20 پروژه است یا 30 پروژه است و فرضاً یک 10 پروژه مربوط سرک است، 10 پروژه مربوط بیلدینگ است و به هر صورت بر ترتیب به هر پروژه ما کد میسازیم. فرضاً این پروژه مربوط سرک است، یک کد برش میسازیم که مربوط کد سرک باشه یا دیگه کد باشه، مثلا به حساب ریسپانسیبلیتی، به حساب مثلا لوکیشن، به حساب سکیوریتی. فرضاً در افغانستان ما مشکل سکیوریتی داریم. فرضاً ما پروژه خودت قسم تقسیمات میکنیم که پروژه که در سیف زون است، یک ده پروژه ما در سیف زون داریم. مثلا در مید لیول سکیوریتی داریم، فرضاً در اطراف کابل ما پروژه داریم و در های سکیوریتی تریت لیول که است در اوج ما یک ده پروژه داریم. ما به این شکل پروژه رو تقسیمات میکنیم. هر زمانی که ما بالای همون کد خود کلیک کنیم به اینجا دیجه بر ما نشان میده، ما بعدا بازکار میکنیم دیجه بر ما نشان میده که پروژه‌ای که مثلا در های تری جون است کلش بر ما لیست میکنه اینجا. و دیگه دیفالت است که اگر از اینجا قبل از قبل سیتنگ شوه، وقتی که ما اکتیویتی را انتر میکنیم در اکتیویتی همی سیتنگ های ما در اوجه میایه. ما می فیکس دیوریشن تایپ است و پرسنتیج تایپ است، ایره باز در اکتیویتی ما بعدا میخوانیم اوجه با دیتیل کار میکنیم. یک چیزی که اینجا بسیار مهم است است که هر اکتیویتی آی دی داره. همین سی چیزی را که اینجا است ما باز در اکتیویتی میخوانیم که اوجه باز با دیتیل تشریح میکنیم. اکتیویتی آی دی پرفکس است و آی دی سفکس است و اینکریمنت است. هر اکتیویتی در پرایمری یا در هر پروگرام دیگه چند مشخصه داره. یکی اکتیویتی آی دی است، دیگه اکتیویتی نیم است. ما مثلا نمیشه کار وقت از نام اکتیویتی استفاده کنیم. فرضاً ما اگر با کس راپور میتیم یا از کس سوال میکنیم، فرضاً در پروژه است که 1000 اکتیویتی است، در اوج ما نمیشه که نام اکتیویتی را برش نشان بدیم، به خاطر که میشه چند اکتیویتی با هم مشابه باشه. ما از کد اکتیویتی یا از آی دی اکتیویتی استفاده میکنیم. به او خاطر اگر شما وقتی که در پروگرام بای دیفالت اکتیویتی را انتر میکنین، در شروعش در اکتیویتی کد یا در اکتیویتی آی دی ای میایه. اگر ای را نمیخواین مثلا آر نوشته میکنین، وقتی که اکتیویتی را اتومات انتر میکنین در اکتیویتی آی دی در شروعش آر میایه. اگر ای نوشته میکنین بر صورت ایجا ایس ای را میمانیم. و دیگه اکتیویتی آی دی سفکس است، بعد از این 1000 نوشته میشه. یعنی میره میشه شما 100 بسازین 200 بسازین، چون اگر اکتیویتی های ما زیاد میشه 1000 2000 اکتیویتی میشه ایده 1000 میمونه. اگر میشه که اکتیویتی ما از 1000 بالا باشه پرایمرا و 100000 اکتیویتی رو سپورت میتونه در هر پروژه، میشه ایده تغییر بدیم به 900 بسازیم 800 بسازیم. اکتیویتی رو کنتر میکنیم ای 1000 اول نوشته میشه، ای 1000 و اینی اینکریمنت کاست به معنی که اول 1000 باز 1010 میشه 1010. اگر اینکریمنت صفر بسازین به معنی که اکتیویتی رو ما انتر کردیم 1000 1001 2 3 4 به می ترتیب. خوبی از ایده ایست که ایره مثلا ما 5 میسازیم یا 10 میسازیم، وقتی که ما اکتیویتی رو انتر کردیم اکتیویتی اول نوشته میشه 1000 و دومش 1005. چرا ما امی اینکریمنت یک دو خانه سه خانه میمونیم؟ به این خاطر وقتی که ما پروژه رو اسکیجول کردیم یک اکتیویتی فراموش ما شد، یاد ما رفت اکتیویتی، فرضاً یک اکتیویتی بین 1000 تا 1005 ما میخوایم انتر کنیم، اگر ما اینکریمنت نداشته باشیم او در پایین میه، امیر ترتیب اکتیویتی رو خراب میسازه. وقتی که ما جای داشته باشیم، به خاطر که 1000 تا 1005 بین 1000 تا 1005 چند خانه جای داریم، اگر اکتیویتی یاد ما رفته باشه فراموش ما شده باشه، میشه 1003 یا 1002 بسازیم، دوباره انتر کنیم، اون ترتیب صحیح میه. این چیزا را کیجاست رو با اکتیویتی میخریم. و قبلا ما استاندارد گرفته بودیم. این چیزایی هست که مهم هم است مهم نیست، خب از این چیزایی که ما قبلا خواندیم بسیار مهم است. به خاطر یک پروژه ما پروژه را اوپن میکنیم. این یک پروژه خالی است که ما پروژه را ساختیم، نام برش دادیم، آیدی برش دادیم، شروع یا ختم یا موسیتنگ که ضرور بود به پروژه سیتنگ کردیم و پروژه را اوپن ساختیم. حالا میخواییم که به پروژه اکتیویتی بسازیم. چون ما قبلا به شما گفتم که شما یک پروژه را اسکیجول میکنین، پرکتیکلی شما اسناد پروژه رو میبینین، تاسی پروژه اسناد گوری کنه که چرته تاسی هر پروژه کار کوی، فرضاً دی وزارت پروژه ده، دی خارجی دونران پروژه دی، معمولا هر پروژه اغه عمده سندونه چی لري، درې سند دی چې ټیکنیکل سپیسیفیکیشن ده یا مشخصات تخنیکی ده، سکوپ اف ورک ده او ډراوینګ ده. کنه دغه ډراوینګ ته تاسو مراجعه کوی او دا په ډیټیل ګوریا سکیجول د سنګي چې مثلا تاسو سکیجول راشه کی نه سکیجول وکي، سکیجول په پریکرمنت سره تماس نیسی، غو سره ارتباط لري، مثلا پروجیکټ منیجر سره ارتباط لري، ټول سره شدا هغه ریکوایرډ انفورمیشن یا ریکوایرډ هغه ضروری معلومات چې دغه ټول کی د بیا لغنه ورسته سکیجول وکي. فرضاً کومه یو اکټیویټي 15 ورځې وخت نیسو، د خپل علمیت نه یا خپل نظر کې دغه اکټیویټي صحیح نه، ډیوریشن یې صحیح نه، کله چې تاسو موږ د ریسورس لیمیټیشن ولرو، کله چې نور سکیورټي مشکلات دي، کله چې بل مسله، په هر صورت وخت چې موږ سکیجول ټول معلومات ورته لرو، د دې معلوماتو لپاره موږ باید دغه بیسیک اسناد
نه پلاس کې ولرو چاول ډراوینګ ده بل سکوپ اف ورک ده سکوپ اف ورک شی دی سکوپ اف ورک ټول معلومات تاسو درکې چې سکیجول فرزن په څه شکل جوړ شي سکیجول کوم معلومات باید ولري آی ډی په څه شکل مثلا کلندر دی باید په څه شکل هغه ټول معلومات په سکوپ اف ورک نو دی لپاره کچته تاسو پرایمراونه پیګي اور سکوپ اف ورک ته مراجعه وکړه دی هر پروژه لپاره کچته هی او کچته نه فقط تاسو ته کېدای شي ایت ریکوایرمنت مشخصات سکیجول درنکی یا کېدای شي درکې کای درنکې تاسو خپل سکیجول جوړ